سلام، به بخش خبر کانال ایف‌تی‌وی خوش آمدید. امروز شنبه 30 قوس 1400 هجری شمسی مطابق با 21 دسامبر 2021 میلادی برابر است با 16 جمادی الاول 1443 هجری قمری. نیروهای طالبان با سربازان پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار درگیر شدند. طالبان سیمهای خاردار سربازان پاکستانی را در امتداد مرز با افغانستان جمع کردند. معترضین در کابل: زنده باد امارات اسلامی، پولهای منجمد شده افغانستان آزاد شود. صدها باشنده کابل در اعتراض خواهان آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شدند. هیئت طالبان نتیجه نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد را مثبت ارزیابی کردند. آقای متقی با اشاره به ایجاد صندوق کمک های سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان و نیز گماشته شدن نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان، سفرش به پاکستان را موفقیت آمیز توصیف کرد. وی به خبرنگاران گفت که تمام کشورهای اسلامی که در این نشست شرکت کرده بودند وعده همکاری های بشر دوستانه و توسعه به مردم افغانستان را دادند. آقای متقی به خبرنگاران گفت در نشست سازمان همکاری اسلامی همه کشورهای عضو به اتفاق آرا متحد به ارائه کمک های بشر دوستانه و راه اندازی پروژه های توسعه شدند. ایتالیا 24 میلیون دلار به سازمان ملل برای بیجا شدگان افغانستان اختصاص داد. وزارت خارجه ایتالیا مبلغ 21.5 میلیون یورو معادل حدود 24 میلیون دلار به کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای کمک به بیجا شدگان افغانستان اختصاص می دهد. برخی از ورزشکاران و مربیان تیم ملی با ابراز نگرانی از وضعیت بد اقتصادی و تمرینی در فصل زمستان از کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی می خواهند که آنان را حمایت کنند. ورزشکاران می گویند که به دلیل نداشتن امکانات از تمریناتشان به دور ماندن و توان تامین انرژیشان را برای آمادگی به مسابقات ندارند. آمریکا امکان انتقال پول به افغانستان را تسهیل می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که واشنگتن با ادارات سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای خارجی کار می‌کند تا کمک‌های بشری بیشتری برای مردم افغانستان جمع‌آوری شود و زمینه تزریق پول به اقتصاد افغانستان را نیز فراهم سازند. این در حالی است که طالبان آمریکا را عامل تشدید بحران انسانی در کشور می‌دانند. معاش کارمندان صحی در کشور توسط صلیب سرخ پرداخت می شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که معاش حدود 10,000 کارمند شفاخانه را در نقاط مختلف کشور می پردازد. افزایش حملات افراد ناشناس به خبرنگاران در افغانستان. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران افغانستان اعلام کرد در یک هفته اخیر بیش از 5 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در بخش‌های گوناگون این کشور به ثبت رسیده است. مدیریت پاسپورت کندوز در یک ماه 20 میلیون افغانی عاید به دست آورده است. مسئولان مدیریت پاسپورت کندوز میگویند که در یک ماه پسین نزدیک به 20 میلیون افغانی عاید داشتند. بازگشایی موزیم ملی کابل. موزیم ملی افغانستان در کابل از سوی طالبان دوباره بر روی بازدید کنندگان بازگشایی شده است. ممنون و تشکر که ما را تا پایان اخبار همراهی کردید.